طرف 1100 دلار دونیت میشه و یهو دونیتور میاد تو چت میزنه که من منظورم فقط 11 دلار بود. سلام دوستان، مهدی جان هستم. به کانال من خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون عالی باشه، روز فوق العاده خفن سپری کرده باشید. دوستان عزیز، توی این ویدیوی خیلی خفن و عجیب غریب قراره که دونیت های اشتباه رو با هم ببینیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا ویوره میخواسته 5 دلار دونیت کنه و دستش میخوره 500 دلار دونیت کنه. میخوایم ببینیم که ریاکشن استریمر چیه، ریاکشن دونیتور چیه و آیا پس میدم پولو یا نه. واسه خود منم این داستان پیش اومده، جلوتر بهتون توضیح میدم. امیدوارم از این ویدیو خیلی خوشتون بیاد. لایک و سابسکرایب یادتون نره. لتس گو. خیلی خوب، اینجا میبینیم که یک نفر دستش میخوره و 2000 دلار دونیت میکنه. یک نفر که داره راکت لیگ بازی میکنه فکر کنم و پراشیخ. عینکو میزنه. دقیق نگاه کنه، 2000 دلار یه چیزی هولوش 55 میلیون تومنه. یا علی. بله، همونطور که میبینید ریدم به خودشون و پشماشون ریخته، چون عدد خیلی خیلی زیاده. بله، در همین حین که اینا دارن اشغال میکنن پروشون ریخته، دارن به این فکر کنن که چجوری این پولو خرج کنن. یارو میاد تو چت مینویسه که من میخواستم فقط 200 دلار دونیتت کنم، نه 2000. پول منو پس بده. تا جایی که من میدونم هم پولشونو پس دادن فکر کنم. اینجا دیگه متوجه شدن و ریدن. زبونش گرفت بنده خدا، ولی خب پولو پس دادن در نهایت. این ویدیو خیلی باحاله چون یک بادمجون گنگی فقیر رفته دونیت کرده، 50 دلار دونیت کرده. الان جلوتر ببینید چه اتفاقی میفته. ولی یه چی 50 دلار در حالت کلی خیلی زیاده ها. بعد ببین مثلا طرف ویورش 15 تاه، هر روز 50 دلار بشه میشه 1500 دلار در ماه. جالبش اینجاست، یارو میاد توی وایس برمیگرده میگه که من میخواستم فقط 50 سنت دونیت کنم، نه 50 دلار. آی 50 سنت خیلی کمه. یعنی یک فقیر بادمجون گنگی فقط میاد این حرفو میزنه. واقعا اصلا اگه لیمیتشو میاد زیر 1 دلار خیلی عجیبه. میگه که بعد اینکه گیم استریم تموم شد پولتو پس میدم بهت، ولی واقعا خیلی زایه است. 50 سنت چه نومون سر آخه. خب اینجا داداشو نمیبینیم که کلی بساط موزیک داره اشغال میکنه، یهو 500 دلاری میاد واسش و اینترنت ما قطع میشه. نه درست شد. بله، خلاصه 500 دلاری واسش دونیت میشه. تو مبلغ خیلی زیاده، خودش و چتش همه پراشون میریزه. چت رو نگاه کن. هولی مولی. دیوید. خیلی زیاده. و الان نکته جالبش این چتیه که قراره بگذره از این لایو. اینجا بهش میگه که هر موزیکی دلت بخواد واسهت میزنم داداش. واقعا دونیت کردن چقدر حس خوبی داره. ببین چقدر انرژی میگیره استریمر. بابا یاد بگیرید دیگه ویورای عزیز من. خب نکته ترسناک اینجاست که یهو میاد میزنه که داداش دستم خورد، من میخواستم 5 دلار دونیت کنم، پول منو بده. حاجی 5 دلار رو 500 دلار چقدر فاصله داره یا امام زمان. خدا سر هیچ کی نیاره. وای نوشته من منظورم 5 دلار بود نه 500 دلار. بذار ببینم ریاکشنش چیه. Still blew my dag on mind. Straight off the bat, like I've never seen anything like that happen before. So, let me go ahead and take care of that for you right now so like I don't like forget about it. و اینجا خودش متوجه این داستان میشه که قراره ریفاند کنه و بازم میخنده. داشت یه چیزی کشیده، دو ساعته داره میخنده. خلاصه که بعد استریم پولو پس میده به طرف و تموم میشه این داستان. آقا این ویدیو خیلی سجه چون یک نفر 200 دلار دونیت میکنه، بعد میاد تو وایس و گریه میکنه، میگه که دستم خورد تو رو خدا پس بده و خیلی خیلی ناراحت کننده است. واقعا سجه مولایی. استریمر تازه اومد. کجا بود استریمر؟ میگه آروم باش، همین الان پولتو پس میدم. این بنده خدا معلومه کارت مامانش زده، قراره که مامانش پارش کنه، میدونه دیگه. گفته حداقل بریم ناله کنیم بگیریم. ولی خب بنده خدا گناه داره، خیلی ناراحت شدم جدی. یه سجه مولایی تو چت بزنید، واقعا خیلی بد غم انگیزه. بیا داداش بیا، اصلا من میدم. بیا بقیه‌اش هم بذار تو جیبه. خب دوستان این ویدیو خیلی خفنه چون یک مبلغ خیلی زیادی دونیت میشه. طرف 1100 دلار دونیت میشه و سکته لاپایی میزنه 4 بار توی استریم و یهو دونیتور میاد تو چت میزنه که من منظورم فقط 11 دلار بود. بابا 11 دلار کجا، 1100 دلار کجا داداش؟ مگه ریال به تومن داری تبدیل میکنی؟ چجوری اشتباه میتونید بزنید؟ احمقی مگه؟
اینجا به استریمر میگه که منظورم 11 دلار بود و استریمر میگه که یا امام زمان عیبی نداره پول تو پس میدم داشت مشکلی نداریم. میگه آی دی تو از چت برداشتم اوکیه. خب تو ویدیو بعدی نینجا رو داریم که پردرآمدترین استریمر چند سال اخیر همین امسال هم دوباره شد پردرآمدترین و 500 دلار دونیت میشه. یه ببینیم 500 دلار چیه که خود نینجا هم پراش میرزه. سیس نینجا رو ببین ریده به خودش و در همین حین که حواسش پرته یهو بیرون زون میمونه. خیلی خوبه. خواهم ببینم چه اتفاقی میخواد بیفته. الان یارو میاد تو چت یه چیزی میگه. اینجاش خیلی جذابه چون برمیگرده میگه که داداش عاشقتم. یهو حواسش به چت بود که یارو میزنه من منظورم 5 دلار بود داش. پول برو بده. و سیس نینجا رو میبینه که چقدر عوض میشه. و سج میشه. میگه که ایراد نداره ریفاند میکنم واسه داداش. ولی خب همون هیجانی که بهش داد و مجبورش کرد بمونه تو زون خودش خیلی خوب بود. ویدیو آخری که میبینیم از همه باحال‌تره چون یک استریمری نشوه میکنه. این استریمره میخواد که به یکی از دوستاش 100 تا ساب گیف بکنه. همونطور که میدونید ساب خودش چند تا لول داره. تایر 1، تایر 2، تایر 3 که اینا هر کدوم مبلغش فرق داره و کلی امکاناتشون هم فرق داره. این بنده خدا میخواد تایر 1 بزنه واسهشون، دستش میخوره به تایر 2 و این داستان پیش میاد. بریم ببینیم. اومده مثلا حمایت بکنه از یک نفر. صد تا میزنه. مبلغش حدود 1000 دلار و یهو متوجه میشه که تایر 2 زده. وای خیلی بده. هیچ کاری نمیشه کرد دیگه. یعنی ببین دونیت هم نیست ریفاند کنی، تموم شد دیگه اون پول. Can you undo it? دوستش میگه میتونی پس بگیری. میگه نه دیگه اینجا میبینه چاره ای نیست. میگه اوکی دیگه عیبی نداره حلالش باشه. خیلی خوب دوستان از وقتش رسید که من مال خودم رو توضیح بدم. چند روز پیش بود که توی استریم 50 تومانی دونیشن اومد، یعنی 50000 تومان. بعد داداشمون دوباره یه دونیت 5000 تومانی زد، نوشت که من دستم خورد 50 زدم. در واقع من میخواستم فقط 5000 تومان دونیشن بزنم. من از همینجا به اون داداشمون که 50000 تومان دونیشن زد و میخواست که ریفاند کنم من نتونستم ریفاند کنم یه پیام خیلی مهم دارم. داداش توی اینستا واسم دایرکت بفرست که من بزنم بلاکت کنم. مگه من مسخره تو هم پول تو بعد بودو ببینم برو با FBI بیاد داداش. نشوخی کردم. اومد پیام داد بهم که گفت حلالت باشه داداش نمیخوام. دمتون گرم، مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدید. دوستتون دارم. اگه لایک و سابسکرایب نکردید حتما برید بکنید. کامنت انگلیسی بذارید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خدافظ.